موضوع حضور سپاه پاسداران ایران در سوریه برای نجات بشار اسد که تلفات زیادی هم در بر داشته و همینطور چشم‌انداز جنگ و صلح میان دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و حزب کارگران کردستان پیکاکا در وبسایت دیلی بیست و روزنامه وال استریت جورنال آمریکا بازتاب داشته. قاسم سلیمانی مسئول عملیات پنهانی ایران به سوریه برگشته است. این را عکس‌های سلفی منتشر شده این هفته فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نشان می‌دهد. اما دیگر خنده‌ای بر لب نیروهای تحت امر سلیمانی دیده نمی‌شود. آدم رنسلی مقاله خود در وبسایت دیلی بیست با عنوان در درون جنگ سری ایران در سوریه را با این پاراگراف شروع می‌کند. دیلی بیست به نقل از جنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، از حضور حدود 2000 نیروی قدس در سوریه در کنار مجموعی از گروه‌های شیعه در عملیات مشترک با روسیه برای بازپسگیری مناطق اطراف حلب می‌نویسد و از کشته شدن بیش از 40 نیروی ایرانی در حدود یک ماه گذشته و اخبار مجروحین در هر هفته خبر می‌دهد. آدم رنسلی به نقد از کارشناسان نظامی از نقش لشکر 8 نجف اشرف ایران در سوریه در هدایت تانک‌های T-55 و T-72 روسی و مدیریت توپخانه و کشته شدن 9 عضو این لشکر در سوریه می‌نویسد. مقاله نویس دیلی بیست همچنین به تلفات گروه‌های وابسته به ایران در سوریه از جمله لواء فاطمیون، یک تیپ متشکل از پناهجویان شیعه افغانستانی در ایران، سپاه حفاظت انصار المهدی با مأموریت حفاظت از جان فرماندهان ارشد سپاه در سوریه و تیپ صابرین که با پژاک و داعش در عراق هم در جنگ است می‌نویسد. مقاله دیلی بیست با این نکته پایان می‌گیرد که هرچند حضور این گروه‌ها نشان دهنده طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های ایران در سوریه است، اما دشوار می‌توان تصور کرد که این حضور به موفقیتی چشمگیر منجر شده باشد. رئیس جمهوری دوباره قدرت گرفته در ترکیه و انتخاب میان جنگ و صلح باشه به نظامیان کرد عنوان مقاله وال استریت جورنال است. یاروسلاو تریفموف نویسنده این مقاله با توصیف رجب طیب اردوغان به عنوان سیاستمداری تمام عیار که از جنگ تازه با شبه نظامیان کرد برای بسیج رای دهندگان در انتخابات و در اختیار گرفتن کنترل دوباره ترکیه استفاده کرد می‌نویسد اردوغان اکنون با انتخاباتی مهم روبرو است، به جنگ با پیکک حزب کارگران کردستان تا شکست کاملشان ادامه دهد یا مذاکرات صلح را که 2 سال پیش آغاز کرده بود دوباره از سر بگیرد. تریفموف به نقد از تحلیلگران هشدار می‌دهد که اگر ترکیه مسئله کرد را حل نکند به یک سوریه دیگر بدل خواهد شد. نویسنده وال استریت جورنال با این جملات مقاله خود را به پایان می‌برد که تصمیم اردوغان به ادامه برخورد نظامی با پیکک در سایه تهدید داعش می‌تواند هزینه سنگینی را به ترکیه تحمیل کند. نیما صداقت، صدای آمریکا.